رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید خانم. خیلی خیلی خوشحالم از اینکه بالاخره بعد از 13 سال جرأت پیدا کردم با شما صحبت کنم و واقعا از زحماتتون سپاسگزارم. من دختر شما نیستم ولی واقعا شما در حق من پدری کردین. دستاتون رو می‌بوسم دکتر. لطف داریم، بفرمایید. قرض از مداهمت این که دکتر من یه خورده گم و گیج هستم، یعنی میخوام البته خیلی از چیزای زندگیمو مشکلای زندگیمو با توجه به صحبتایی که از شما شنیدم حل کردم، ولی یه خلاصه ای که از خودم میخوام بهتون بدم، من وارد 38 سال شدم. 15 ساله که از ایران اومدم بیرون. اولین کشوری که رفتم سوئد بود. بعد از اینکه یه مدت اونجا بودم و درس خوندم و اینا، بعدش کشوری دیگه رفتم و در حال حاضر اسپانیا زندگی میکنم. مشکل من اینه که دکتر من یه جا نمیتونم بمونم، یعنی من تنها چیزی که خوشحالم میکنه فقط مسافرت کردن و جاهای جدید زندگی کردن و آدمای جدید و فرهنگای جدیده، و الان که توی این سن رسیدم احساس میکنم که یه خورده شاید گیج شدم. نمیدونم علتش رو واقعا نمیتونم بفهمم. نه صبر کنیم، صبر. به من بگید اولا چی خوندید از نظر درس و چه کار میکنید؟ دکتر من توی ایران که از ایران که خارج شدم لیسانسم رو تو رشته زبان گرفتم، بعد وارد سوئد که شدم اکونومی خوندم، بعد از طریق دانشگاهی که خوندم چین رفتم، یه 3 سال چین زندگی کردم به خاطر همین رشته که اکونومی که تو سوئد خونده بودم. بعد از چین که دوباره برگشتم سوئد و یه مدت رفتم ایران و بعد همین کار بیزینس میکردم، بیزینسم رو تو ایران داشتم، بعد دوباره به سرم زد برگردم سوئد، بعد از سوئد دوباره به خاطر آب و هواش خوشم نیومد اومدم جاده قنوری زندگی میکنم. و تمام این تصمیمای منم دکتر اینطوری هستش که مثلا اومدم اینجا مسافرت کردم 3 سال پیش، خوشم اومد، گفتم خب من 2 ماه دیگه برمیگردم میرم اینجا زندگی میکنم. بعد وقتی میام خیلی خوشحالم، یعنی احساس میکنم که خیلی از نظر روحی خوشحال میشم که یه جای جدید اومدم، آدمای جدید، زبان جدید. بعد به خاطر زبانایی که بلدم خب کار میتونم، هر جایی برم کار میگیرم و زندگیمو میگذرونم. ولی یه چیز دیگه هم که هست دکتر اینه که من از 18-19 سالگی مریضی کرون داشتم، نمیدونم باش آشنایی دارین یا نه، ناراحتی گوارشی. خب بعد این مریضی من خیلی حاد بود و من خیلی درد داشتم بیشتر این سالها، ولی این درده هیچ وقت باعث نمیشد، یعنی هیچ کس شاید منو میشناخت نمیفهمید که من این مریضی رو دارم، یعنی یه جوری باش خیلی کنار اومده بودم و همش به خودم میگفتم خب کنار این درده من باید از زندگی لذت ببرم، انگار که فقط مبارزه کردن رو تو زندگی یاد گرفتم. خیلی خوش گذروندم خیلی، ولی خب خیلی مواظب به سلامتیم هستم، خیلی به ورزشم، به بدنم، به خودم خیلی میرسم، ولی خب همش احساس میکردم که وقتم برای زندگی کردن کمه، همش باید چیزای جدید رو ببینم. بعد من پارسال عمل کردم و این خدا رو شکر بالاخره بعد 20 سال این درد من تموم شد، یعنی حداقل این که دیگه درد ندارم. دقیقا از بعد اینکه عمل کردم دکتر من نمیدونم چی شد تو من یه تحولی شد که انگار تازه شدم مثل آدمای عادی و خواستم که خانواده تشکیل بدم، یعنی میرسیم به اون. ببین از اول من یه توضیح بدم. آدمایی که درد دارن به ویژه دردهای فیزیکی، به دلیل اینکه باید از این درد که در حقیقت در اونهاست یا خود اونهاست بگریزند و ازش فاصله بگیرن، اون تمایل به رفتن به یه جای دیگر رو دارن. و اصولا این مثلا اینکه فقط یه جایی برم که اینجا نباشه هست، البته خیلی از اوقاتم زمینه‌های کنجکاوی هست، ماجراجویی هست، همه اینا دست به دست هم میده. بذارید برگردیم یکم به عقب. شما من بگید که یک
چند تا خواهر برادر دارید و چندمی هستید؟ من دو تا فقط یه برادر دارم، از خودم یک سال بزرگتره، 13 ماه، یک سال و یک ماه بزرگتره. به من بگید رابطه پدر و مادرتون با هم چگونه بوده و هست؟ پدر مادرم دکتر اینا با هم دیگه 20 و خورده‌ای سال زندگی کردن، دقیقا همون سالی که من از ایران خارج شدم هم اونا هم جدا شدن. زندگی خوبی که بهتون بگم عاشقانه و اینا اصلا نبود، چون پدر مادرم خیلی جوان بودن وقتی ازدواج کردن و من اختلاف سنی زیادی مثلا با مادرم ندارم یا با پدرم هم همینطور، ولی خب باهاشون خیلی راحتم. یعنی شاید پدر مادر خیلی فهمیده ای نبودن، ولی پدر مادری بودن که خیلی منو درک کردن و آزادیام خیلی احترام گذاشتن. یعنی هر تصمیمی که میخوام بگیرم یعنی پدر مادری نیستن که سنتی باشن یا بخوان نگه دارن. نه اونا مهم نیست، اونا مهم نیست. اونطوری نیستن. به من بگی رابطه با برادرتون چطوره؟ با برادرم هم خوبه، با برادرم هم مشکل خاصی با هم دیگه نداریم. اون منتها اخلاقمو خیلی با هم فرق میکنه، اون یه آدمیه که خیلی محتاط‌تره. بعد مثلا من این حالت ماجراجویانه و نمیدونم اینجوری رو نداره، ولی با هم خوبه، یعنی با هم خواهیم دعوا و اینطوری نداریم. نه من الان نمیخوام من درباره من درباره دوره دبستان و دبیرستانتون میخوام بدونم. نه مشکلی با هم دیگه نداشته. اوکی، شما چقدر دلتون میخواست پسر باشید یا به صورت یه پسر عمل میکردید یا با پسر بچه ها بیشتر بودید؟ نه این که بخوام با پسر بچه ها، هیچ موقع دلم نخواست پسر باشم، یعنی از زن بودنم لذت میبرم. بعد ولی خب دوستام مثلا دوستای پسرم به هم میگن که خیلی دوستای پسرم از دوستای دخترم بیشترم، خیلی بیشترم. خب، خب، اون مسئله است. با اخلاقای مرد راحت ترم. خب همون دیگه، ببینید شما به دلیل اون فاصله کمی که با برادر داشتید یه مقداری مانند برادرتون عمل کردید و میکنید و اینو اونجا میشه دید. حالا برمیگردیم به موضوع بعدی. چند روزه از نظر ظاهر و زیبایی از نظر دیگران به عنوان یه زن زیبا، خیلی زیبا، متوسط چجوری شناخته میشه؟ دیگران چی میگن؟ از خودتون عقیده و نظر نمیخوام. دوستان میگن زیبایی. اوکی، چقدر شما توی این ماجراها خوبی. یعنی تا حالا کسی نگفته دختر زشتی هستی. اوکی، تو این ماجراهای رفت و آمدهاتون در جاها و کشورهای مختلف که هیچوقت شما دوست دختری که نداشتید که با شما باشه؟ دوست دختر یعنی یه کسی که با شما بیاد، یعنی یه کسی شما میخواید برید چین اونم بگی منم با تو میام چین، یعنی شما با کسی تو این من مثلا خیلی تکروهم، یعنی من تو تنهایی خودم خیلی با خودم حال میکنم، یعنی شما تنها همدم باور کنیم دوست شوخی نمی کنم. نه متوجه. حالا بریم سراغ مسئله. چقدر در ارتباط با مرد و پسر و اینا ازدواج گفتید بعد اخیرا به سرتون زده، چقدر در رابطه با مردان هستی؟ چقدر تو این شهرهایی که رفتید از اون فرصتها یا حق انتخابها استفاده کردید و روابطی داشتید یا اونا محدود و کم بوده یا برحال نبوده؟ نه دارم دکتر، یعنی دختری نیستم که بخوام خودم رو محدود کنم، ولی خب یه حدی رو برای خودم دارم. مثلا از یه تیپ آدمایی اصلا دورشون نمیرم، ولی خب اگه از تیپ شخصیتشون خوشم بیاد، مثلا حتی اگه زبان طرفم نفهمم با علم و اشاره هم که شده باهاشون ارتباط میگیرم. و همیشه آدم تو زندگیم بوده، آخرین ارتباطم هم که قطع شد دقیقاً همین بعد از اینکه کرونا اومد، نه قبلش 3 هفته قبل از اینکه کرونا تو اینجا اسپانیا چیز بشه به هم خورد. آیا شما زمانی که 3 سالی که در چین بودید با هیچ چینی، مرد چینی هم دوست بودید؟ نه دوستو اصلا. خب 3 سال اونجا چه خبر بوده رابطه جنسی شما یا اصولا رابطه شما؟ دکتر اینجا برای من اینقدر جالب بود، یعنی یکی از تجربه هایی بود که خیلی زندگی من رو عوض کرد، خیلی برام جالب بود. آدم های جدید اینقدر هر روز مثلا پا می شدم، مثلا می رفتم تو خیابون، هیچ روزی مثل روز قبل نبود.
و من اینقدر دوستایی مثلا مختلف از جاهای مختلف داشتم، اینقدر به هم خوش میگذشت که واقعا من اونجا شوخی نمی کنم. من 2 سال اصلا با هیچ مردی نبودم، ولی خب هر شب بیرونمو میرفتم، دیسکومو میرفتم، ولی میگم اینکه بخوام با مرد در حتما مرد باشه نه. خب فرض کنید شما دیسکو، نظر روحی به هم خوب بود، حالم خیلی اونجا خوب بود. یعنی شما وقتی توی دیسکو میرفتید و با یه دی فرض کنید میرقصیدید و بسیار از اونا وقتی میدونستن شما تنهایید، اونم فرض کنید در این جایی مثل چین یا حتی کشورهای دیگه خارجی هستید، بنابراین به سمت شما به هم می آمدن. شما همه رو رد می کردید چون از اول رفته بودید؟ دکتر آره می اومدم، ولی من مثلا روابطم دکتر اینطوریه که الان مثلا دوست پسر خیلی زیاد دارم، ولی دوستام اینطوری نیستش که مثلا با هر کسی که صحبت بکنم بخوام حالا تو با یکی شب میرم یه جای آشنا بشم یا برقصم قرار باشه به خاطر رابطه‌ای باشه یا چیزی باشه، نه اینطوری نیستش. حالا ولی خب اگه از یه پسری خوشم بیاد که احساس کنم که به من میخوره یا از مثلا دوست دارم باش رابطه داشته باشم، خب باش رابطه میگیرم و دوست میشم. خیلی خب ببینید، این بحث رابطه است، ولی به عنوان یک آدم عادی، البته خیلی عادی نیستی، به عنوان یک آدم عادی یه تمایل جنسی هست که مثلا هفته 2-3 بار هست، حتی اگر نه بیشتر در سن و سال شما. خب اینو چیکار میکردی؟ یک سال 2 سال تعطیل؟ دکتر واقعا من نمیدونم، رو خودم روی این مسئله کنترل دارم، دختر سردی اصلا نیستم که بخوام بگم آدم سردی هستم، اصلا اینطوری نیست. ولی مثلا الان 3 ماهی که با دوست پسرم به هم زدم، امکان نداره که مثلا بخوام الان بخوام با کس دیگه بخوام رابطه جنسی مثلا بگیرم، میتونم خودم رو کنترل کنم؟ نه نه نه، ببینید یه زمانی هست که من میتونم خودم رو کنترل کنم چون روزه گرفتم غذا نمیخورم، اما یه زمانی هست که من نمیتونم خودم رو کنترل. من میخوام ببینم که تو میتونی، چون اینکه تو بگی من میتونم خودم رو کنترل کنم میفهمم، درستش هم همینه، ولی حرف من این است که یه نیازی که زمینه جسمی و فیزیکی داره علاوه بر زمینه روانی، اون رو تو میتونی برای مدتی نداشته باشی و اون نیاز رو حس و احساس نمیکنی؟ حس و احساسش میکنم ولی میتونم نداشته باشم. خب چی شده که نظرتون رو عوض کردید و الان چه مدتی اسپانیا هستید؟ الان 3 سال دکتر جون. و چه میکنید عزیز الان؟ تا پارسال که قبل عملم که بهتون گفتم که اینجا کار میکردم، تو کار توریست و اینا بود، خوبم بود برام. بعد چون یه نفر آدمم مشکلی نداشتم، بعد که دوباره برگشتم سوئد عملم رو انجام دادم، دوباره برگشتم اینجا، دیگه حالا فعلا که کار نمی کنم چون به خود اوضاع کارم اینجا اوکی نیست، ولی خب مشکل مالی ندارم. الان چیزی که باید شد من نظرم برگرده در مورد بچه دار شدن، میگم اولین باره که توی زندگی توی این 1 سال، یعنی 10 ماه 11 ماه پیش من عمل کردم دکتر، اولین باره که من تو زندگی درد ندارم، احساس میکنم که مثل آدم های عادی هم. نمیدونم که الان این مشکل منه که میخواستم از شما بپرسم. به نظر شما من همون راهی که تا امروز اومدم و زندگیم خیلی راضیم، خیلی بالا پایین داشته، خیلی درد داشته، خیلی تجربه های سخت و بد داشتم، ولی خوشحالم از زندگی که کردم و میتونم همینجوری ادامه بدم و خوشحال باشم، یعنی سفر کنم، چون هنوز این اشتیاقش تو من هست. یا اینکه الان برگردم یه زندگی مثل آدمای عادی داشته باشم یه دیر شده، من اینو نمیتونم برای خودم تصمیم بگیرم. ببین عزیز، اولا همونطور که در آغاز اشاره کردم، به دلیل گریز و فراری که تو از درد بدنی داشتی، در ذهنت فرار از هر چیزی که وجود داره، همینقدر که یه جایی برات آشنا عادی میشه یا آشنا میشه میگریزی، و ضمناً دختر ماجراجو کن.
ماجراجو و بسیار بسیار کنجکاوی بودی، یعنی اصلا توش تردید نکن که کنجکاوی تو در کودکی بین 1 تا 3 سالگی احتمالاً به خاطر اینکه برادر 13 ماه از تو فقط بزرگتر بوده، تو رو به سمت و سوی برده که یه جهش و پرشی داشتی برای فهمیدن و کوشش برای اینکه چه خبر از دنیا، اون زمینه رو فراهم کرده. ضمناً به خاطر بودن با برادرت با سن نزدیک و ضمناً با پسرها به عنوان دوست، اون نگرانی های مربوط به دختر و پسر بودن و اینها رو نداشتی. بعدم وقتی که آمدی اروپا، اونم یه کشوری مثل سوئد رفتی که زن و مردی به اون صورت واقعا نداره، و همه اینا دست به دست هم داده با ویژگی های روانی تو سازگار بوده. البته این جمله آخری که گفتی کمی منو نگران کرد که یه مقدار تجربیات یا اتفاقات سخت و تلخی یا بدی افتاده. بدترین و شدیدترینش چی بود عزیز؟ دکتر، چون من تنها اومدم رفتم سوئد، خیلی اذیت شدم. بعد اون موقع خیلی بچه بودم، خیلی اطلاعاتم کم بود. یه آدمی بودم که تو ایران خوب زندگی خوبی داشتیم، بعد تنهایی تو سوئد، آدمایی که اومدن تو زندگی، خیلی بالا پایین شدم برای اقامتم، برای همه چی، برای هر چیزی که شما بگین. و من پدر مادرم مثلا آدمای خیلی اینطوری نبودن که بگم خانواده‌ای داشتم که مثلا توی خارج عمه و خاله و نه، هیچ هیچ، من تنهای تنها، یعنی من هیچ فامیل. نه نه، آخه اینو میفهمم عزیز. البته شاید تو اون چند سال اولی که سوئد بودی بهش اینجوری نگاه میکنی، پس بنابراین بعدش نمیده، چون میل تو به بودن یه جایی تازه، آدمای تازه، تجربیات تازه، زبان تازه، نمیدونم غذای تازه، موسیقی تازه، اینا به یه آدمی نمیگه که بیا ادعای تنهایی هم بکن یا جدایی هم بکن، چون اینا با هم سازگاری نداره. حالا برای تغییراتی در اولش بود نه، همون به همجهتی که میگه اولش، نه من میخوام ببینم بعد از اون اولش که بد بود، آیا طی 5 سال یا 7-8 سال گذشته، چون تو یه چیزی نزدیک چه 13 سال آمدی یا 15 ساله، درسته؟ خب یه 5 سال اخیر آیا هیچ اتفاق بد آزاردهنده ای تو زندگی افتاده؟ دکتر، آزاردهنده اینطوریه که من دختر خیلی احساس کنم، همه میگن دختر قوی هستی، ولی دختر با احساسی هم هستم، مهربونم. چیزی که دیگران به هم میگن اینه که میگن مهربونی، ولی در کنار مهربون بودنم احساس میکنم دو تا شخصیت دارم. یعنی اول باز میکنم خودم رو برای آدم ها، و ولی تا احساس کنم کسی میخواد ازم سوء استفاده کنه یا به هم ضربه بزنه، کاملا از زندگی دیلیتش میکنم. یعنی خیلی راحت، یعنی نه خب اون که درسته، نه 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 ببین، نه این با اون موضوع مرتبط نیست. تو کسی هستی که فرضت بر اینه که آدما گلند، ولی وقتی دیدی یکی خار داره و خار سمی داره دور میشه. خب این که شرط عقله و درستش هم همینه. نه من میخواستم ببینم، چون تو اشاره کردی خواستم ببینم، جوابمو به توضیح نده، آیا یه ضربه های سخت و سنگینی مسئله احساسی دوستو مسئله احساسی یعنی چی؟ یعنی به کسی علاقمند شدی ولت کرده رفته؟ نه هیچ وقت من رو ول نکرده، من ول کردم. منطقه احساسی اینطوریه که موقعی که احساسی میشم، مثلا تو همین رابطه آخری، مثلا با همین پسر اسپانیایی که بودم، خب فقط به خاطر دلم زندگی میکنم، احساس میکنم. یعنی زیاد حالا نه من نگران نه من نگران چیزای دیگه بودم. حالا ببین عزیز، خب الان تو به یه جایی رسیدی که میخوای ثبات و قراری داشته باشی، ولی این کار ممکنه یه فردی رو پیدا کنی که مثل خودت هم یه ذره یاقی باشه، هم یه مقدار ماجراجو باشه، خیلی ها هستن، و یا مثلا توی شغل و کارهایی باشه نه توی شغل و کارهایی هستن که بسکه داری، مثلا فرض کنید توی در حقیقت گردشگری، یا به عنوان یه آدمی که مثلا بری یه رشته بخونی مثل انتروپولوژی، یعنی مردم شناسی، که اصولا با فرهنگ های مختلف کار داره، و این رو یه مایه علمی بهش بدی، و ضمناً به خاطر زبان های مختلفی که میدونی
بسیار میتونی خوش بدرخشی، شاید ای کاش زودتر تو این مسیر می اومدی یا الان هنوز میتونی شغل و کاری داشته باشی. من مشکلم در یافتن آدما برای اونقدر تو نیست، ولی تو مادر بودن مسئله است. یعنی اون دقیقاً همینه. ثبات و قرار و یک دستی رو و تکرار رو نداری، با هر حالی که مشخصه کودک تکراره، همونطور که از تو انتظار داره یه قصه رو 500 دفعه براش بگی و همچنان هم براش جالب و جاذبه به دلیل ویژگی های مغز کودک. تو اون آدم نیستی عزیز، تو یه مقدار مثل یه پرنده میمونی که دائما باید پرواز کنی. اینکه آدم تبدیلت کنه به یه مرغ خونگی و بنشونتت و بگه اینجا بشین یا قدقد کن یا تخم بگذار. دکتر من عاشق این جزیره ام، فقط به خاطر اینکه پرستو داره. مثلا من عاشق پرنده های مهاجرم، باور نمیکنید. من فکر میکنم احتمالا شانس آوردیم تو پر نداشتی و الان همه جا بودی. نه من خیلی برم تو من فکر میکنم تو ببین عزیز، تو قرار نیست تصمیم بگیری میخوای ازدواج کنی یا بچه دار بشی، این کار نکن. اگر یه آدم مناسبی پیدا شد، اگر خواستید بچه دار بشید، ولی سنت هم داره میره بالا دیگه، خیلی اونجا جایی هم نیست. ببین این لغت فرار تو یه نقطه اگر روش بذاری میشه قرار. تو هنوز یه ذره بیقرارتر از اون هستی که آدم بتونه نگهت داره. ممکنه مثلا یه 7 سال 10 سال دیگه یه کمی خودتو ببری به سمت بازنشستگی و یه کمی به جای اینکه بخوای کلیات رو بدونی درگیر یه جزئیات بشی. اینه که حتی فکر کردم اگر یه جایی رفتی و دیدی یه رشته مثل مردم شناسی انتروپولوژی هست بخونی بد نیست، برای که با توجه به تجربه و سابقه ای که داری در اونجا میتونی بدرخشی و هنوز هم وقت در مقابلت هست. این برای درس و اگر بخوای چیزی بخونی یا اگر بخوای حتی میتونی یه مقدار کتابایی تو این زمینه مطالعه کنی، برات بسیار بسیار جالب خواهد بود و شرقا. ولی من پیشنهاد ازدواج و اینا رو بدیم دارم مگر اینکه اتفاق بیفته. چون ببین آدم در خصوص عاشق شدن اصلا باید یه کوششی بکنه. عشق جاده کاملا سربالاست. درسته که در زبان انگلیسی میگن falling in love، یعنی از اون بالا به قول معروف طلاب پی افتادیم تو عشق، ولی اون عشق نیست. عشق جاده بسیار سربالاست. بعد ازدواج با توجه به سن و سالت و یه آدمی که بتونه یه جوری با تو کنار بیاد مسئله است، و بعد بچه برای تو مشکل خواهد بود. تو توان اینو داری که اگر یه زبانی به هر دلیلی یه جایی قرار گرفتی، اگر اون آدم فرزندی داره فرزند او رو فرزند خودت بدونی یا بری فرزند خوانده داشته باشی، چون اون کار ممکنه بکنی. ولی من الان فکر نمی کنم بخوای نوع زندگی یا روش زندگی تو عوض کنی. این تو نیستی عزیز و اینو برای تو درست نکردن. یعنی خیلی راحت من تو بحثی که دارم مثلا تو کالای ازدواج نیستی، you are not marriage material، چون کالای ازدواج بودن یه چیزایی میخواد. دقیقا حرفتون دکتر جون درسته، من اصلا آدمش نیستم. ولی دوراهی من سر اینه که من پدرم به من میگه که تو بیخیال شو، همینجوری به عشق و حال و زندگی تو اینطوری ادامه بده. ولی مامانم از این طرف به هم میگه که نه، سنت بره بالا ممکنه پشیمون بشی، بچه نداری، تنها باشه. نه بالا بالا اون نه اونو نه موافق با نه تخمک تو فریز کردن حالا اون هزینه سنگینی داره، بله کیمیا تو رو بگیره که حالا بعدن تو بخوای از تخمک استفاده کنی. مردم باهوشتر و عاقلتر از اینا هستن. یه خلوچل در حقیقت کولی که همیشه همه جا هست و اینجا نیست. نه من اونو خیلی جدی نمیگیرم. من عاشق آهنگ گوگوش کولیشم. من واقعا احساس میکنم کولیم. نه هستی. یعنی اون زمینه سابقه یاقیگری تو داری عزیز، اون یاقیگری مثبت خوبت رو داری. یعنی طغیان نمی کنی، اسیان نمی کنی، علیه کسی نیست، فقط کوشش میکنی متفاوت از اون چیزی که همکنون برای تو فراهمه باشی، دنبال اون هستی و کنجکاویت هم هست. به نظر من فکر ازدواج و اینها رو نکن و بگذار ببین چی بیشتر. اگر یه موقع اتفاق افتاد، یه خلوچلی مثل خودت پیدا شد، خب اون یه قصه دیگری است. اگر هم بعدا خواستی بچه دار بشید همینطور. ولی اینکه من پیدا کردم یه دونه، ولی خیلی دیوونه تر از من بود. بعد میگفت مثلا بچه رو باید بذاری فقط تو جاده ها، باید مدرسه نباید بره، مثلا باید تو سفر فقط درس یاد بگیره. آره خب نه اون واقعا از تو خلوچلتر بوده، اونو باش کاملا موافقم. ولی تو هم خیلی وضعیت بد نیست. ولی به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. اگر یه 6 ماه یه سال دیگه هم فرصتی کردی یه زنگی بزن من ببینم که حال و وضعیت چگونه است،
و پس دکتر برای من بچه رو بیخیال شم؟ گوش به حرف پدر بده، مادر رو رها کن. نه آره، من بچه رو به بیخیال شو اصلا، بی الهی خودی من خود تو... نه قربونتون برم انق... دکتر. نه اصلا فقط یارات یه برای چیزی میخوام بهتون بگم، من جان باور کنید اینو از صمیم قلبم دارم بهتون میگم، من دستاتون رو میبوسم، شما برای من بهترین معلم پدر دنیا بودید. یعنی دوست داری دلون عزیزم؟ یه دختری داریم که واقعا عاشقانه دوستتون داره. نه اونو میفهم، ولی من امیدوار بودم دختر دو تا، من پسر دارم، دختر خلوچل نمیخواستم، ولی خب مثل که دیگه بعد از دو تا پسر خوب دختر خلوچلم بد نیست. قربونتون برم ولی خیلی دکتر، خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز، مواظب خودت باش. مرسی، منم همینطور میبوسم دستاتونو. خدا نگهدارت عزیزم.